all of them are singers. And they are singing in Persian language in Israel, here in Jerusalem. So it excites me from many, many aspects. تلویزیون نشون داد یاسر عرفات رفته تو سفارت، تو بالکن اداره من وایساده پرچم فلسطین گرفته اینجوری. خلاصه خبر پیدا کردیم که دولت ریخته سفارت، گرفته ریخته، کجا ریخته، کجا ریخته، کجا ریخته. رسیدیم اینجا بیابون بوده، هیچی نبوده، تو چادر نشستیم. آخرش هم آقام پشیمون شد، میخواست برگرده ایران، اما پاسپورتش برداشتن که نتونن برگردن، نرگین همشون دیگه نمیتونسته برگرده. هر شب که من بلند میشدم نشسته گهره میکنه. زندگی سخته، چیکار بکنیم؟ یه پسر من هم از سربازی رفته، مرده. ما خیلی قصه می‌خوریم برای بچه‌هامون که میرن سربازی. خیلی سالها خجالت می‌کشیدم، برای اینکه اینجا به من یک جور فهموندن که از جایی اومدی که اروپا نیست، از جایی اومدی که زبونش سخته. وطن من ایرانه، چون اونجا به دنیا اومدم. بعدن اومدم اینجا، سعی کردم اسرائیلی بشم، ولی تا دهنمو باز میکنم از لهجه من فوری هم میفهمم من ایرانیم. من الان بعد از 48 سال که اینجا هستم نمیتونم بگم اصلا کجا وطن منه. من بدون وطنم. So I'm Persian and I like it, but I'm also not full Persian. I can't speak Farsi with you and I haven't been to Iran, so I'm like fake Persian. In Israel, we have racism toward people that came from the Islamic State. And as a child, I suffered a lot because I'm Persian. With Israel, no. God knows, but maybe God will be good. ما نمیدونیم اینجا از این گوی ما نمیدونیم سرشون چیه، اینجوری میگن یک کار دیگه میکنن. دسته که داره حکومت اسرائیل دسته کی باشه؟ اسرائیل بیشتر مایل به حفظ استاتوس کو است، یعنی حفظ اوضاع همونطور که وجود داره. این یک طرف قضیه است. طرف دوم قضیه اینه که به نظر من در ایران هم با وجود تهدیداتی که میکنن مایل به وجود آوردن چنین بعضی نیستن. مجنونا بودم، مجنونا میکردی از شهر خدا. I think it's possible one day. We hope so. It's a big dream. It's a big dream. Inshallah.